حکایت زن جوهی و قاضی هوسباز، حکایتی زیبا از مثنوی معنوی مولانا. جوهی یک سال گرفتار فقر و درویشی شد. وقتی خود را از همه سو بیچاره دید، به خانه رفت و به زنش گفت: ای زن، سلاح که داری، پس بلند شو و شکاری پیدا کن تا او را بدوشیم و از او شیری به دست بیاوریم. ابروی کمانی و کرشمه که داری، پس چرا از آن استفاده نمی کنی؟ دانه بپاش و دام بگذار، اما صیدی را به دام بینداز که چاق و چله باشد و به او کام نده. سعی کن که با حیله و فریب خوب او را گول بزنی. زن جوهی تا این را شنید، انگار از خدا خواسته باشد، بلند شد و پیش قاضی شهر رفت و از دست شوهرش شکایت کرد و گفت: این جوهی مردی لاابالی است. زن جوهی فریاد می زد و ناله می کرد و در حین ناله به قاضی ابرو نشان می داد و لبخند می زد. قاضی که هدف اشاره ابروی زن را فهمیده بود، با عصبانیت گفت: اینجا خیلی شلوغ است و من نمی توانم قضاوت کنم. زود به خانه من بیا تا ببینم که این شوهر لاابالیت چه بلایی سر تو آورده است. زن جوهی گفت: ای قاضی، در خانه تو رفت و آمد بسیار است و همه برای مشکلاتشان به خانه تو می آیند. قاضی گفت: پس چه کار باید کنم ای زیبارو؟ زن گفت: خانه من خالی است. شوهرم به دهشان رفته و دربان و نگهبان هم نداریم. اگر امکان دارد امشب بیا. خلاصه زن چنان اشفگری و تنازی از خودش نشان داد و در گوش قاضی خواند که سرانجام او را رام کرد و قاضی پذیرفت که شب به خانه زن برود. شب هنگام قاضی به خانه جوهی رفت و تا در زد، زن در را باز کرد و با همان دلفریبی و تنازی او را به درون خانه برد. قاضی را در اتاق نشان و دو شمع روشن کرد و مقداری نقل جلوی قاضی گذاشت و گفت: حالا در این خلوت ما بدون شراب مستیم. در این گفتگو بودند که جوهی در زد. قاضی سراسیمه شد و هراسان دنبال راه فراری میگشت. زن جوهی صندوقی را که در گوشه اتاق بود به او نشان داد و گفت: ای قاضی، در آن صندوق برو تا کسی را که در زده است دست به سر کنم و برگردم تا دوباره با هم به عیش و نوش مشغول شویم. قاضی به درون صندوق رفت و زن در آن را بست و رفت تا در را باز کند. در را باز کرد و جوهی فریاد زنان و خشمگین وارد شد. تا پا به اتاق گذاشت، با همان خشم گفت: ای زن، من چیزی ندارم که فدای تو کنم. تو هم در این همه سال، چه بهار باشد و چه پاییز، و بال گردن من بوده ای. زبان دراز کردی، گاهی به من میگویی مفلس و گاهی هم دیوس. اما بدان که در این دو عیب من بیگناهم و هیچ تقصیری به گردن ندارم. مفلسی من از خداست و دیوسیم را تو باعث شده ای. من از مال دنیا تنها همین صندوق را دارم که شک همه را برانگیخته است و همه خیال می کنند که من پول و طلا در آن گذاشتم. ظاهرش خیلی خوشگل است، اما چیزی در آن نیست. من فردا این صندوق را میبرم سر بازار و میسوزانم تا مسلمان و یهودی بدانند که در این صندوق فقط لعنت وجود دارد. زن جوهی گفت: از این کار صرف نظر کن. چرا میخواهی صندوق را بسوزانی؟ ولی جوهی قسم خورد که صندوق را میسوزاند. زن هم ساکت شد. صبح زود جوهی حمالی آورد و صندوق را بر پشت او گذاشت. حمال در راه می رفت و قاضی از ترس آرام آرام او را صدا می زد. حمال به چپ و راست نگاه کرد تا ببیند که صدا از کجا می آید. با خود فکر کرد که این ندای غیبی است یا پریان او را صدا می زند. اما صدا پی در پی به گوش می رسید. حمال خوب دقت کرد و دید که صدا از درون صندوق می آید و صدای غیبی و پریان نیست. قاضی به حمال گفت: ای مرد، من قاضی هستم. زود معاون مرا خبر کن تا بیاید و این صندوق را از این نادان بخرد و به او بگو که صندوق را سربسته به خانه ببرد. حمال صندوق را در سر بازار به زمین گذاشت و شتابان رفت و معاون قاضی را خبر کرد. معاون قاضی زود خود را به سر بازار رساند و به جوهی گفت: این صندوق را چند می فروشی؟ جوهی گفت: مشتری ها 900 دینار می دهند، اما من کمتر از 1000 تا نمی فروشم. معاون قاضی گفت:
ای مرد بی سر و پا، شرم داشته باش. قیمت صندوق معلوم است. جوهی گفت خوب نیست مال را ندیده بخری. من سر صندوق را باز می کنم. اگر 1000 دینار ارزش نداشت، آن را نخر. چرا ندیده و نشناخته معامله بکنیم؟ معاون قاضی گفت نه، لازم نیست در صندوق را باز کنی. همینطوری می خرمش. معاون قاضی پول را به جوهی داد و به حمال دستور داد که صندوق را بردارد و با او برود. به این صورت جوهی به پول فراوان رسید و قاضی هم نجات پیدا کرد. سال دیگر باز جوهی فقیر و بی پول شد. دوباره رو به زنش کرد و گفت ای زن، تو بازی را خوب بلدی. امسال هم برو سراغ قاضی و از دست من شکایت کن. تا امسال هم او را تیغ بزنیم و پولی از او بگیریم. زن جوهی تا این را شنید چادر به سر کرد و با گروهی از زنان به نزد قاضی رفت. این بار برای اینکه قاضی او را نشناسد، زنی مترجم او شده بود و به جای او حرف می زد تا قاضی او را نشناسد و به یاد بلایی نیفتد که او سال گذشته به سرش آورده بود. زن جوهی از گوشه چادر ابرو به قاضی نشان می داد. قاضی تا حرفهای زن مترجم را شنید و اشاره ابروی او را دید گفت برو طرف شکایت را بیاور تا داد تو را از او بگیرم. زن رفت و جوهی را آورد. قاضی که پیشتر جوهی را ندیده بود و در آن حادثه هم در صندوق زندانی بود، جوهی را نشناخت. پس رو به جوهی کرد و گفت چرا نفقه این زن را نمی دهی؟ جوهی گفت من مطیع شرعم، اما مفلس و فقیرم و پولی هم در بساط ندارم. قاضی که خوب به صحبت‌های جوهی دقت کرد، جوهی را از صدایش شناخت و گفت ای مرد حق باز، این بازی را سال پیش با من کردی و من به تو باختم، اما امسال نوبت من است. برو این قمار را با کس دیگری شروع کن. قاضی این را گفت و جوهی و زنش را از درگاه خود بیرون کرد. حکایتی که شنیدید حکایتی زیبا بود از مثنوی معنوی مولانا. محمد علی اسلامی ندوشن من باب این حکایت ذکر می کند که جوهی نماینده طبقه بینوا و فقیر است که بر اثر فشار فقر فکر و ذکرش را در راه های انحرافی به کار می برد. و قاضی نماینده گروه فاسدی است که به نام علم و دین به جان و مال و ناموس مردم دسترسی دارند، در حالی که باید حافظ ناموس و مال مردم باشند، ولی از دست اندازی به آن کوتاهی نمی کنند. این سیستم همیشه بوده و هست. بودن فقر زیاد و نبودن عدالت چه بسیار مفاسدی را که در جامعه به بار نمی آورد.